برنامه نان گل سرخ رو نگاه میکنید، مجله اجتماعی سیاسی که به زبانهای انگلیسی و فارسی روی کانال جدید پخش میشه. سلام به همگی، من مریم نمازیم و من فریبرز پویا هستم. در برنامه این هفته مصاحبه ای داریم با ولید الحسینی، آتئیست فلسطینی. در ضمن در رابطه با افزایش جایزه برای قتل سلمان رشدی، اعتراضات علیه حیوان آزاری، مصادره اموال پناهجویان در آلمان، آهنگ یک زن افغانی علیه خشونت علیه زن و فتوای علیه کراوات صحبت خواهیم کرد. با ما باشید. این هفته اخبار افزایش جایزه قتل سلمان رشدی اومده. واقعا اصلا باور نکردنیه که جمهوری اسلام ایران کلی آدم توی خود ایران میکشه، در ضمن خیلی راحت فتوا میده، جایزه میده برای قتل شهروند یک کشور دیگه. واقعا باور نکردنی، اصلا کلمه کافی نیست برای این واقعیت. فکر کنین جمهوری اسلامی با تمام جناهاش، چه رفرمیست چه غیر رفرمیست، و همشون آدم میشن، میتونم به جامعه جهانی، این امکان ناپذیره. و یه مشکلی که دیگه هم هست و در مسئله هم که هست اینه که صحبت از مبارزه بر علیه جریانات اسلامی خشونت بار و خشونت آمیز میشه. این نمونهش خیلی واقعیه. جهان باید به این اعتراض بکنه، نمیشه با سکوت در مقابل این گذشت. و اهمیت داره تو خود جامعه ایران هم باید مشخصا در برابر این جایزه و خود فتوای قتل یه نویسنده که هیچ گناهی نکرده غیر از که نوشته، به نظر جامعه ایران هم باید اعتراض بکنه. و اخیرا هم یک نامه منتشر شده که تعداد زیادی از فعالین حقوق بشر و نویسندگان و غیره امضا کردن در دفاع از سلمان رشدی برای لغو فتوا و جایزه، و در ضمن در دفاع از تمام آزادی خواهان و نویسندگان و آزاداندیشان که تحت فشار و زندان و غیره هستند، و من جمله کسایی مثل ریچارد دوکینز و یا فعال حقوق بشر پیتر تاتچل و یا فعالین حقوق زن و غیره. اینا امضا کردن. بعد خب، و وقتی هم که به مسئله سلمان رشدی نگاه میکنیم میبینیم که این فقط یک نمونه خیلی کوچیکه از واقعا جنایت‌های جمهوری اسلامی. اخیراً خبر اومده از سیستان و بلوچستان و یک دهکده‌ای که تمام مردان اون دهکده اعدام شدن. مگه میشه؟ چه چیزی میتونه قابل تصور باشه؟ وقتی صحبت از این میشه که جمهوری اسلامی در واقع عیناً داعش میمونه و دقیقاً همین کاری که داعش میکنه، این نمونه خیلی جالبشه. و حکومتی که برای جون انسان ارزش قائل نباشه، واقعا جای داره که در حکومت باشه، جای داره که جامعه کوچکترین ارزش بین و واقعا جای داره کسی براش رأی بده. دقیقا. به قول مادر ریحان جباری که من برای یه رژیمی که دستش تو خونه، خون بچه هامون، خون جوانانمون هست، رأی نمیدم. و واقعا این حق، واقعا یه صحبت واقعا با حقانیت خیلی زیادیه. و دقیقا این زنده باد کسایی که هفته گذشته توی انتخابات جمهوری اسلامی شرکت نکردن و کار خیلی خوب کردن. واقعا. و خب مشخصه که فقط مسئله انسان ها نیست تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران. میدونیم که اخیرا یه ویدئویی در مطبوعات اجتماعی وایرال شده، همه دیدن اینو، این ویدیو رو، از حیوان آزاری، یک کتک و اذیت آزاری یه سگ. دقیقاً یه ویدیوی توی میدیا اجتماعی منتشر شد که یک نفر در شمال ایران یک سگ رو واقعاً به شدت میزنه و آدم احساس واقعاً ناراحتی میکنه و نمیتونه راحت این ویدیو رو ببینه. و در اعتراض به
این عده خیلی زیادی جلوی سازمان محیط زیست در تهران اعتراض کردند. و خوبیش اینه که حتی در حالی که جمهوری اسلامی گفته بود که در هفته قبل از انتخابات اجازه نیست کسی تظاهرات کنه، اعتراض کنه، تعداد خیلی زیادی رفتن اعتراض کردن در دفاع از حقوق حیوانات. و چه خوبه که آدم بتونه توی جامعه زندگی کنه که حقوق انسان و حقوق حیوانات محترمه و ارزش داره. ارزش داره. چقدر چه دنیای خوبیه وقتی به اون نوع جامعه آدم بتونه برسه. و خب به عنوان اخبار آخر، نمیدونم اگر بینندگان عزیز شنیده باشن، ولی یکی از منطقه‌های آلمان به اسم باواریا یک قانونی رو منتشر کردن که همانند قانون دانمارکه، که پناهنده هایی که وارد اون منطقه میشن باید اموالاشون مصادره بشه که خرج خودشونو بدن. دقیقا به خاطر خرجی رو که ظاهرا برای دولت داره اموالشونو چیز میکنن، ازشون میگیرن. چرا هر جامعه ای وقتی به ضعیفترین بخش رو تو اون جامعه چطوری باش برخورد میکنن، همون کاریه که به باقی جامعه دولت میخواد بکنه. مثلا توی پناهنده ها توی اروپا، خیلی از دولت های اروپایی در واقع تلاش میکنن که محدودیت بکنن، حقوقشون رو کم بکنن، همین بلایی که بعدا میخوان سر باقی جامعه بیارن. تو ایران هم همینطوره، همونطوری که رفتاری رو که فرض کنیم با افغانای پناهندگان افغانی تو ایران میکنن، در واقع همون ارزشی که دولت برای باقی مردم ایران داره. و این در واقع با هم نکشانه و کاملا دل آدم به در میاره و ناراحت میکنه. و وقتی هم که آدم فکر میکنه که کسی که پناهنده است بالاخره نمیتونه همه اموالش رو به خودش ببره، واقعا چیزایی میبره که عزیزترین چیزاش براش و چیزایی که میدونه میتونه کمکش کنه و واقعا احتیاج داره و دلش نمیومد که اینا رو بذاره و ول کنه. و الان میبینیم که اینا دارن مصادره میشن، واقعا ضد بشریه. و خیلی دارن میگن که این به یادشون میاره روزایی که ناتسیا در آلمان اموال یهودیانو قبل از کشتارشون مصادره میکردن. واقعا واقعا غیر انسانیه. هفته پیش در پارلمان اروپا سخنرانی داشتم در رابطه با مبارزه با اسلام سیاسی و دفاع از سکولاریسم. و در اون جلسه دوست عزیزم والید الحسینی اومده بود. ایشون یک فعال آتئیست از فلسطینه که الان در فرانسه زندگی میکنه و اخیراً یک کتابی نوشته در رابطه با کفرگویی و اهمیتش. این مصاحبه رو الان با هم نگاه کنید و ببینید والید الحسینی در رابطه با تجربیاتش در فلسطین و در ضمن در اروپا صحبت خواهد کرد. با ما باشید. والید الحسینی، it's a lovely pleasure to interview you. I wanted to just talk first about this brilliant book you've written. It's in French. Tell us a bit about what the book's about, because I've been hearing so much about it, but I haven't been able to read it because it's in French. Yeah, the book is about it's about what happened to me. It's like from me from the childhood till leaving Islam, and what happened with me there. It's more about the period of jail when I was arrested and then I left from France. So it's kind of a biography, but focus more about the time when I was in jail and left till France and asking for the, and I got the political refugee here in France. That's all about, and some of my ideas about Islam. So tell us the bit about, because it's about you being jailed in the Palestinian authorities. Yes. What are some of the things that you wrote about in the book? I talk about, even I describe inside the book about the Palestinian society in general, like, because you know, most of the people who are out of Palestine, they are just know about the conflict between Palestine and Israel. Nobody knowing about, for example, the situation of ex-Muslims or of atheism, the situation even of women, because even the situation of women, like last time when we was in the conference of women, they just speaking about Israel,
and they, everything they saying it's about because of Israel or of something like this. I didn't say Israel is perfect or something, but not everything Israel didn't say till the for didn't tell Palestinian for the honor crime, for example, they did about how to treat women. All these things I was explaining inside my book about the Palestinian society, like what exactly is it? And for you, I mean, with the whole idea of criticizing Islam, obviously you were imprisoned for it. What sort of reaction did you get from people there in the Palestinian territories? In the beginning there, when I was criticized, first, you know, why I went, is the question why I was using internet or social media. It was because when I was trying to speak in around me in university, nobody accept me, and it was having some problem for me. So for I went to using internet just to become, and till now it's the only place for us to speak about atheism. Even some of them, they speak using fake names. They don't put pictures. They just wanted to be themselves. That's why when I was going in the internet and was be myself as I speak about what I think and criticize. For me, if I want to talk about Islam, it's like all religion. They are the situation of women, the situation of freedom of human, the compatible with human rights or something. All these things. That's why I left Islam. I was discussing that, and even till now, that when you discussion these things, some people don't still have discussion about that. What do you think about you know, the fact that, for example, recently there's been this campaign where a lot of atheist Facebook pages have been removed by Facebook, for example, and this constant pressure, even on social media, that atheists face. Yeah, this is, you know, this even even with these things, I blame Facebook, because for me, Muslims, I know Muslims, when they could do something against the other, like us, I mean, for the ex-Muslim, or they did, for example, Daesh killed, Islamic State, they killed because they could kill. The people who are in the social network, they are did, they do killing, but okay, it's virtual killing, but it's killing because everything is killing. So there is no different for me. Both are the same. This man who, this one who are reporting you in Facebook and wanted to close the only place you can explain yourself, he's doing the same what like the Islamic State doing. So, but that's why when I blame Facebook, he said he should change the privacy of things and how to look, because when he got a lot of report, he didn't look what they have, if it's true or something. That's what he should. I mean, what I blame Facebook, because for me, Muslims. Because the thing is, like you say, social media is one of the only things that people have. It's only one. Yeah, so it's so important for it to be free for ex-Muslims and Hindus. Yes, that's why now they are back today. But even maybe this is a group, sometimes they report the profiles, because all of them, they don't use real name, because if they use your real name, they will be killed. And when the Muslim report the these accounts, they report them with fake names or fake picture, and they would delete. And it's also should be protected. So, I mean, a lot of people are talking about the large numbers of atheists in the Arab world, in the Middle East, North Africa. I mean, I'm sure you get a lot of contacts from people. Yeah. What sense do you get about what's happening? Yeah, they are raising for last time I said for some in Arabic, I was in the Arabic channel and I said, I can tell you that
in every home in Arabic world there is one atheist or one non-believer. He was shocked, but okay, I know it's but it's possible because there is many people who are. But and you know why they didn't why we didn't have real numbers and why we can't know because of the what happening. I mean, you can't say that you are atheist or ex-Muslim or even you left Islam in Arabic or Muslim world, so that you will not have numbers at all. But there's much even now with. Some people they're saying that it's because of fundamentalism, it's become more atheist. I don't agree with this point, because if with fundamentalism it will be reaction or something else. But most of the people, what happening it when they say the fundamentalism, they ask is that Islam, and then they discover it's Islam. So it's fundamentalism. No, because they realize that fundamentalism is Islam. Because they yes, because they didn't know. Because what we from the beginning we know about Islam, it's like, I mean, what the some imam said, it's like religion of peace, love, make everything. That's what they did. But so when they read Islam, really, they become, because there's two way. If you understand the Quran, you become atheist or you become fundamental, and it's dependent on you, nothing else. Finally, what are you trying to achieve with the book you wrote, with the Council of Ex-Muslims of France that you've established? What's your goal? What do we go? What are you trying to get? I understand. We are voice of people who are there who they couldn't speak. But you know, in France even. We should stand up for laicity, because even in France laicity is going back, not going forward, and this is a big problem. And that's it. Thank you. You are welcome. امیدوارم از مصاحبه‌ای که با ولید الحسینی داشتیم خوشتون اومده باشه. به نظرم نکات مهمی رو مطرح میکنه و یکیش خب اینه که هیچ خانواده‌ای نیست توی جهان عرب که یک آتیست یا بی خدا درونش نداره و فکر کنم در رابطه ایران هم میشه همین حرف رو زد. آره، تو در واقع ایران خیلی واضح تره نسل جوان نقشی رو که داشته توی چند دهه گذشته کاملا اینو به ثبت رسونده و این به عنوان یک فاکت و حقیقت به رسمیت شناخته شده که جنبش آتیستی تو ایران خیلی قویه. ولی در این حال اینکه در کشورهای اسلام زده و کلمه اسلام زده رو باید واقعا برد، بیشتر و بیشتر آتیستا به خصوص این جرأت رو دارن پیدا میکنن و میان بیرون رسما و اعلام میکنن آتیسم خودشون. و فکر کنم مشخصه که به همین دلیلم هم هست، به خاطر اینکه انقدر زیاده که دولت‌ها واقعا از آتیسم، از بیخدایی میترسن. مثلا دولت عربستان سعودی سال گذشته اعلام کرد که آتیسم مساویه با تروریسم و واقعا از نظر اونا دولت تروریست گفته که بیخدایی تروریسمه. واقعا جالبه. آره، یه نکته دیگر هم به نظر من ولید مطرح میکنه، نقش تجربه خودش در مقابله با اون فشاری که روی آتئیست‌ها هست توی کتابش مطرح میکنه و چطوری سینه به سینه مخالفین شده و یواش یواش جامعه فلسطین و جوامع دیگه دارن به رسمیت میشناسن آتئیست رو به عنوان یک نیرو و یک حقیقت در جامعه. و خب صحبتش این است که به خصوص فکر کنم یه نکته مهم دیگه هم که گفت این بود که دولت اسرائیل خب همش تمرکز روی دولت اسرائیل و نقض حقوق بشری که صورت میگیره، ولی کمتر در رابطه با محدودیتایی که برای فلسطینیا توی مناطق خود فلسطینی هست، من جمله از طرف جریانات اسلامی مانند حماس، وضعیت اسفناک زنان، وضعیت بیخدایان. و اهمیت صحبت‌های والید اینه که یه مقدار نور میندازه روی اون مناطق و سرکوبایی که داره صورت میگیره علیه آتیسم. خودش مثلا یه سال زندان بوده به خاطر آتیسمش. دقیقاً. و همین که در واقع وقتی در مورد مسئله فلسطین و جامعه فلسطین صحبت میشه، تمرکز سری روی قضیه
اسرائیل میره. و ولید نکته مهمی رو که مطرح میکنه میگه که خیلی از مشکلات جامعه فلسطین مربوط به جنایت اسلامی و جنایت مرتجعه حاکم در اونجاست و این به نظر من صحبت ارزشمندی. و به عنوان یه نکته پایانی، اهمیت فیسبوک و مطبوعات اجتماعی برای آتیستای عرب، آتیستای کشورهای اسلام زده، و مشخصه که این یک بعضی اوقات تنها راهیه که افراد میتونن اعتقادات خودشون رو علیه اسلام و برای بی خدایی بگن، مطرح کنن. و وقتی فیسبوک این بحثا رو میبنده به خاطر انتقاداتی که از سوی جریانات اسلامی شده، داره واقعا به یه نوعی آزاداندیشان رو و بی خدایان رو خفه میکنه و واقعا نباید این کار رو کنه. باید جلوی فیسبوک ایستاد و نذاش که صفحات بی خدایان رو همینطوری ببنده. فتوای بسیار 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 احمقانه این هفته از یک کسیه که اسمش خیلی درازه و مشخصا نمیدونم چرا اسمای کسایی که خیلی درازن همیشه فتوای خیلی احمقانه منتشر میکنن، مثل این که یه ربطی بین این دوتا چیز هست. ولی اسم ایشون هست مفتی اعظم هند علما اختر رضا خان ازهاری از درگاه اعلی حضرت بریلی در اتر پرادش، و ایشون گفتن که چی نباید قدغن، چی نباید ازش استفاده کرد؟ کراوات. میدین چرا؟ چرا؟ به خاطر اینکه شبیه صلیبه. یه لحظه تصور کن داره رانندگی میکنی به یه چهارراه میرسی، شبیه صلیبه، دند عقب باید برگرده بری سر چهار اوله، یا توی نمیدونم توی جنگل داری راه میری یه درخت میبینی که قیافش مثل صلیبه، چیکار میکنی؟ بعد درخت رو یا کات کنی اصلا اونجا نری، برگردی بری جای دیگه. واقعا اینا دیوانه هستن نه؟ بعد جور بعضشون خرابه. در لحظه زندگی این هفته، این بار در رابطه با یک زن افغانیه که برقاشو برداشته در یک مسابقه خوانندگی و آهنگی خونده با اینقدر احساس زیبا علیه سنگسار و علیه خشونت زنان. آدم این صحنه رو میبینه واقعا دلش گرم میشه، و وقتی کسایی که اونجا هستن توی استودیو هستن چطوری بلند میشن و تشویق میکنن ایشون رو، واقعا لحظه قشنگه. این آهنگ در این حال آدم رو یاد این قضیه میندازه و این رو متوجه میکنه که چقدر جامعه افغانستان و به خصوص زنها تو اون جامعه باید اعتراض کنن، صدای خودشون رو بلند بکنن که دنیا بفهمه بابا این حکومت اسلامی، جنایت اسلامی رو نمیخوان. مردم افغانستان مثل تمام مردم دنیا آزادی میخوان و حق دارن در یک جامعه بدون خشونت بر علیه زنان و بدون جنایت اسلامی زندگی بکنن. واقعا الان هم رسیدیم به انتهای برنامه‌مون. امیدوارم از این برنامه خوشتون اومده باشه. حتما با همون تماس بگیرین، تماساتون رو ادامه بدین، و تا هفته آینده امیدواریم هفته خیلی خیلی خوبی داشته باشین. تا هفته آینده، بای. Goodbye. Hi, I'm Mariam Namazi. And I'm Fari Bospuya. We're hosting a program called Bread and Roses. It's a weekly program that's broadcast in Persian and English in the Middle East and North Africa, primarily Iran as well. And it's also shown on YouTube internationally. And we've been doing this since last May. We're coming up to our
year's anniversary, and we've had quite a lot of fun making these videos. We discuss taboo-breaking, free-thinking ideas. The Islamic regime of Iran has called us immoral and corrupt. And that's why you need to support us. We are the alternative voice in Middle East and North Africa. Of corruption and immorality. So do support us. Here's a short video from Patreon that explains how you can help us with even just $1 a week. That's nothing. Support us. Patreon lets fans become patrons of their favorite artists and content creators. It's different than Kickstarter because it's not about one big project that requires lots of funding. It's more for bloggers or YouTubers or webcomics, anyone who creates on a regular basis. Here's how it works. When you become a patron, you're agreeing to give an artist a tip of an amount you set every time they release a piece of content, whether it's a new song, a video, or a recipe. You can set a monthly maximum to make sure that you're always within your budget. Choose an amount, enter your payment information, and you're done. Becoming a patron allows you to view and post in the artist's stream, and in exchange for your support, artists offer additional patron packages, which might include monthly Google Hangouts, music production tutorials, pre-sale concert tickets, or anything they can offer as a way to say thanks. Patreon, empowering a new generation of content creators.